من محسن انصاری، مدت 8 سال است که بیماری MS دارم. قبل از اینکه نیروهای عراقی حفاظت اشرف بوده بگیرن، مادر اشرف دکتر متخصص و دارو رو با امکان خودمون تهیه و فراهم میکردیم. در این مدت هم مشکلی نداشتیم و 2 ماه قبل از تحویلگیری حفاظت اشرف، دکتر متخصصی که منو چک کرد گفت بیماری تو به ثبات رسیده. اما مشکل من بعد از این ایجاد شد. وقتی کمیته سرکوب و بیمارستان به آن بیمارستان عراق جدید توسط عراقی بوده گرفته شد، مشکلاتم شروع شد. نه اجازه آوردن دکتر متخصص رو به ما دادن، نه اجازه آوردن دارو، داروی ویژه‌ای که من نیاز داشتم. در این مدت 2 سال در این بیمارستان عراق جدید که میاد بهش میگم شکنجهگاه، اندازه رو پافلش شدم. 2 تا دستان در حال از کار افتادن. کلیم تقریبا 70% از کار افتاد. از نظر ریه با مشکل مواجه. همچنان که توجه میکنین از حرف زدن هم مشکل دارم. علت این فشارات چیست؟ چرا این فشارات رو ما بیماره اشرف میارم؟ من در این 20 روز که اینجا بستری بودم بیماریم بیشتر عود پیدا کرد، چون من جای آرامش میخواستم. بعد از اون من نفر پاراپولوژی ویلچری هستم. امکاناتی نداشت، وجود نداشت که من کارهای فردی خودم انجام بدم. حتی میخواستیم با امکانات خودمون بچه خودمون کار انجام بدن نمیذاشت. در این 20 روز 1 بار نتونستم دوش بگیرم و نمیذاشت اونجا برای من از امکانات خودمون با پول خودمون حمام درست کنیم که من میتونم ازش استفاده کنم. این دکتر خالد، عمر خالد تیمی که یک شکنجهگری بیش نیست نمیگذاشت. همیشه گفت به برادرم اون که میومدم ملاقاتمون میگفتم از بیمارستان بریم، من نمیخوام اینجا بمونم، اینجا شکنجهگاست. مگه میشه 20 روز یک نفر نتونه به دوش بگیره؟ اینا فقط این فشار رو به ما می آوردن، چون فکر میکردن ما ویلچری هستیم میتونم با این فشارها برای وزارت اطلاعات برای خامنه‌ای یه تومه ببرم. کور خونده بودن. در این مدت 20 روزی که من در این شکنجهگاه بستری بودم، سیرکی که وزارت اطلاعات خامنه‌ای اینجا ایجاد کرده بود شب و روز ما رو با ولونگاه آسایشون نمیذاشتن، میخواستن به ما فشار بیارن. ما تعداد بیمارایی که اونجا بستری بودیم به دکتر نمیتونم بهش بیارم دکتر، چون دکترها شرف دارن. این بیشرف بود، این مزدور خامنه ای بود که میخواستن به ما فشار بیارن. رفتن پیشه این گفتیم آیا این سیرک چرا در 20 متری این بیمارستان؟ مگه بیمارستان در تمام دنیا یک ارزشی نیست؟ همه جا زدن در 100 متری ماشین بوق نزنه، ولی شما نمیرین جلو اینا رو بگیرین که در 20 متری ما شب و روز. ما ساعت 12 شب رفتیم بهش گفتیم آقا ما میخوایم استراحت کنیم، بیماری من جوری هست که من استراحت نیاز دارم، آسایش نیاز دارم. اصلا هیچ اقدامی نکرد. در این مدت 3 بار ما بیمارا بهش مراجعه کردیم، هیچ اقدامی نکرد. این بیمارستان نیست، شکنجهگاه است. شکنجهگاه وزارت اطلاعات خامنه ایست. به همین دلیل من تصمیم گرفتم از اونجا دیگه با فشار از اونجا آمدم بیرون. گفتم نمیخوام اینجا اینا به اصطلاح ما رو معالجه کنن. اینا که معالجه نمی کنن. و اینو بگم که من مدت 3 سال تو زندان رژیم خوئینی بودم.
در این 3 سال همین کارهایی که اونجا اینجا الان انجام میدن، آموزش های وزارت اطلاعات خمینیه، خامنه‌ای که به این آموزش داده همین کار، ما در اونجا هم ما اینجوری بود. در چوبان روز اونجا بلندگو میذاشتن تو بند با گذاشتن موزیک های گوشخراش و مرثیه که اعصاب ما رو داغون کنن، ما رو روانی کنن.